اولیه پزشکی، چون نظارت بر مصرف دارو و بررسی حالت جسمی و روحی و کمک‌های لازم روزانه و همراهی در هنگام ملاقات با پزشکان. خانه نور آماده پذیرایی دائمی و یا موقتی در اتاق‌های خصوصی یا مشترک دو نفری از سالمندان عزیز می‌باشد. افراد زیر 60 سال با شرایط خاص پذیرفته می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 408 380 4036 تماس بگیرید. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه چالش را به شما پیشکش میکنم. نوروز آغاز شده، بهار آمده، شکوفه باران شده، ولی آیا این شکوفه باران و نظم طبیعت که هر سال در این هنگام دانه ها ناگزیر هستند که شکفته شوند و سر از خاک برون آورند و انسان‌ها در هیاهوی شادی هستند، در سرزمینی چون ایران که از فرهنگی دیرینه برخوردار است، آیا کودکان کار که در خیابان‌ها به سوی ماشین‌ها می‌روند تا گل به آنها بفروشند از همین نوروز برخوردارند؟ آیا سرزمینی که در آن بیشترین انبار نفت و گاز و مس و طلا نهفته است، با سودای فقط مسئله اتمی نان را از سفره همین کودکان نمیگیرد تا بتواند هوس و یا خواست اتمی خود را به سرانجام برساند؟ حاکمان و سیاستگزاران ایران، این مستبدان قرن، آیا به ایرانیانی که در این روزها به جای آن که در کنار خانواده در سر سفره هفت سین باشند، در زندان ها هستند، لحظه ای اندیشیدند؟ زندگی یک انسان است که در چارچوب یک دیوار بتونی زندانی می شود. من گاه فکر می کنم ما که در برون مرز هستیم و از دیدار همه فامیل در ایران محرومیم، از دیدار سرزمینمان محرومیم، اگر مقایسه کنیم از آنان که در آن سرزمینند و یک لحظه شان در درون زندان محرومیت از خانواده است، دریغا و دریغا و دریغا. اجازه بدین که نوروز رو با تمام دشواری هایی که در سرزمین ایران هست به همه شما شاد باش بگم. امید که همان گونه که بهار شکوفه باران می آورد و زمستان رخت بر می بندد، زمستان استبداد نیز در ایران رخت بر بندد و از ایران متواری شود. گریز، فرار، ناگزیر زمانه جهان بشود. و امروز می رویم تا زمینه حقوق بشر و مسائل مربوط به آن و سپس در زمینه همین گفتگوهای اتمی با دوستان صحبت کنیم. برای اینکه زمان را از دست ندیم، اجازه بدهید برویم به سوی جوانانی که شاید سه هفته از زمان خودشون رو در ژنو در نشست حقوق بشر سازمان ملل گذروندند. گفتگو رو آغاز کنیم. خانم پرستو فاطمی، درود بر شما. خانم فاطمی عزیز، درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه چالش. سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که سالی سرشار از شادی برای شما و هموطنانمون باشه. ما هم به شما شاد باش میگم. چالش شما بزرگتر از چالشی است که ما میکنیم. شما در تمامی روزگاری که میتونید در اون اروپا در لذت و تفریح بگذرونید، در سرمای سرد سوئیس در ژنو میروید تا زبان کسانی باشید که در ایران هستن. امروز دیدم خانم ستوده یک پیامی رو دادن برای کسانی که این کارزار کار برای حق کار و حق دگراندیشان و کار رو دارن مطرح میکنن، رو یک پیام بسیار زیبا داده بودن.
و کار شما عرض گذاشته نیست. ایشون در پیامشون میگویند که میدانیم که این کارزار را افتاده و دست شما را از راه دور خانم ستوده فشردن. من هم به شما شاد باش میگم برای این کار بزرگی که میکنید. سپاسگزارم. امیدوارم ما هم به عنوان فعالین و مدافعین حقوق بشر که اینجا حضور داریم و هر کدوم از ما یا قربانیان وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بودیم یا شاهد اون بودیم، بتونیم به سهم خودمون کمکی بکنیم و قدمی رو در راه حمایت از هموطنانمون که در شرایط بسیار سختی در زندان‌های ایران یا به صورت کلی در جامعه هستن و تحت فشار هستن، همچون خانم ستوده و یارانشون که کارزار چندین ماهه رو در واقع دارن پیش میبرن، بتونیم قدمی برداریم. خانم پرستو فاطمی عزیز، شما در نشست سازمان ملل که حضور داشتین، آقای احمد شهید شاید بار دیگر با حضورشون 4 روز مانده بود به سال نو و گزارشی که دادن یک بار دیگر بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تأکید و تأکید گذاشتن. در این روزها از کارهایی که جمهوری اسلامی به اون گفتگوها و مسائل ادواری که اشاره شده برخی رو میگویند که انجام داده، ولی شمار اصلیش رو بهش اصلا انکار کرده. نخست میخواستم نظرتون رو در مورد این درخواستایی که کشورهای مختلف از ایران کرده بودن در اون نشست ادواری و ایران تا به حال پاسخ خاصی به اونها داده یا نه؟ همونطور که شما اشاره کردین، در دومین دوره بررسی ادواری جهانی که همون UPR هستش، در اواخر ماه اکتبر، اوایل ماه نوامبر که بررسی دور دوم ایران انجام شد و پرونده حقوق بشری ایران رو بررسی کردن، حدود 108 کشور از کشورهای عضو شورا پیشنهادات خودشون رو در حوزه‌های مختلف در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و پیشنهاداتی در جهت ارتقای وضعیت حقوق بشر به ایران ارائه دادن که برخلاف دور اول، ایران هیچ کدوم از اون پیشنهادات اون زمان جواب نداد، نه قبول کرد نه رد کرد و همه رو موکول کرد تا هفته گذشته که در واقع چند روز قبل 19 ماه مارس و جواب پاسخ خودش رو در واقع به صورت علنی در شورا ارائه داد که خب خیلی پاسخ‌های مثبتی نبود با توجه به وضعیتی که پیش بینی می‌شد و تلاش‌هایی که از طرف کشورهای مختلف و مدافعین حقوق بشر انجام شده بود. انتظار این می‌رفت که حداقل برخورد بهتری و دیدگاه بهتری از طرف ایران بعد از این 4.5 سال در واقع بخواد در نظر گرفته بشه، ولی نه در رابطه با پیوستن به سیدا، نه در رابطه با پیوستن به کمیسیون‌های منع شکنجه و در رابطه با مسئله اعدام به خصوص برخوردهای مثبتی از طرف ایران دیده نشد. در رابطه با وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران همچنان قوانین تبعیض آمیز همچنان وجود داره، قوانین حاضر نیستن تغییر بدن. فقط تعدادی از در واقع میشه گفت از سال 2010 از اون 188 پیشنهادی که به ایران شده بود، نزدیک 123 تا از اونها اون زمان پذیرفته شد، 3 تا هم به صورت بخشی در واقع پذیرفته بودن و این دفعه هم بخش دیگری در واقع بررسی شد. در رابطه با مسئله گزارشی که از آقای دکتر شهید شما اشاره کردین، روز دوشنبه دکتر شهید 4 گزارش خودشون رو به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه دادن و در رابطه با خیلی گزارش بهتری بود، جامع‌تری بود، هر چقدر شناخت ایشون داره از ایران بیشتر میشه و با توجه به بررسی‌هایی که دارن، مصاحبه‌هایی که دارن و دیدارهایی که برای ایشون انجام شده، حداقل با توجه به حضور نداشتنشون در خود ایران و مخالفتی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران داره در واقع انجام میشه برای حضور ایشون و رفتن مستقیمشون به ایران و بررسی این وضعیت حقوق بشری، ولی گزارش جامعی رو سعی کردن ارائه بدن و موضوعات خیلی زیادی در اون مطرح شده که حالا حتما میتونید از طرف وبسایت خود ایشون گزارش فارسی رو هم هموطنان ما بتونن مطالعه بکنن که موارد مختلفی رو من جمله از در رابطه با وضعیت اعدام در ایران سعی کرده بودن بررسی بکنن. در مورد زمینه اعدام دیدم که ایشون نوشتن که در 14 ماه گذشته، درست اشاره میکنن به دوران آقای روحانی، و بعد 12 ماه گذشته ایران بالاترین میزان اعدام رو داشته، 1005 اعدام در 14 ماه، و به این ترتیب اصلا در شمار اعدام های سالهای اخیر بی سابقه بوده. در زمینه اقلیت ها چه مسئله ای رو ایشون مطرح کردن؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردین، ایشون گفتن به صورت کلی در سال گذشته حدود 750 اعدام و به خصوص در 2 هفته گذشته فقط، اگر که بخوام به صورت میانگین بررسی بکنن، یعنی در واقع در بین این 14 ماه قبلی رو که بررسی کردن، بالای 1005 نفر اعدام در واقع داشتیم که خیلی از اونها هم حتی با توجه به نامنگاری هایی که شده بود و فشاری که از طرف دولت های کشورهای دیگه در واقع انجام شده بود، یا حتی از دفتر خود دکتر شهید خواسته بودن که پرونده های اونها رو استاپ بکنن و بررسی بکنن و حداقل گزارششون رو وضعیت فعلی اونها ارائه بدن، این جوابی از طرف ایران در این ارتباط در واقع دریافت نکرده بودن. و در این دور هم میشه گفت که توی بررسی هایی که داشتن، یعنی وضعیت اعدام خیلی منفی در واقع تلقی میشه. در رابطه با وضعیت گروه اتنیک و اقلیت های قومی یا ملیتی در واقع، حالا با توجه به دیدگاه نظری که در این ارتباط هست، هم باز هم سعی کرده بودن بررسی بکنن. در رابطه با مسئله اقلیت های مذهبی سعی کردن بررسی بکنن، گزارش هایی رو ارائه دادن در رابطه با وضعیت مذهبیان، در رابطه با بهائیان، مسیحیان، زندانیانی که در زندان هستن و همچنان از وضعیت اونها بی اطلاع هستن و یا به زندان‌های طولانی مدت تنها به خاطر مسئله مذهبشون در واقع محکوم شدن، گزارش‌هایی در واقع نوشته شده که خیلی دید مثبتی نداره. و خب ایشون هم یک اشاره‌ای هم در رابطه با عدم همکاری دولت ایران با ایشون و همکارانشون در همون گزارش خودشون اشاره‌ای کردن. خانم فاطمی، ایشون در گزارششون به یک نکته اشاره میکنه و اون اعدام 13 نفر هست که در زیر سن 18 سال دستگیر شده بودن هنگام جرمشون و بعد اعدام شدن. چه آیا واکنشی در بین نمایندگان دیگر از کشورهایی که در حضور داشتن و شنیدار گزارش ایشون بودن در مورد مسئله اعدام افراد زیر 18 سال در هنگام ارتکاب جرم و سپس بعد از رسیدن به 18 سالگی اجرا کردن حکم اعدام، نظراتی آمد و یا اصلا کوشش شما کوشندگان حقوق بشر و تلاشگرانتون در اونجا چگونه بود به این مسئله؟ کوشش های خیلی زیادی در واقع انجام شده، حتی قبل از ارائه گزارش دکتر شهید هم که در چند ماه گذشته بررسی دوره دور دوم ایران بود، کشورهایی هم در رابطه با مسئله اعدام زیر 18 سال پیشنهاداتی رو به ایران ارائه داده بودن که این مسئله رو، یعنی در واقع منع اعدام برای زیر 18 سال رو در نظر بگیره و به این کنوانسیون بپیونده. ولی همچنان بعد از جوابهایی که ایران در 19 ماه مارس ارائه داد، هنوز هیچ موافقتی در این ارتباط نداشته و همچنان ظاهرا قصد ادامه دادن به این وضعیت اعدام ها داره. خانم فاطمی، شما میدونم که کوشندگان حقوق بشر در ژنو که گرد هم میایین، افسون بر کاری که انجام میدین، حالا به ویژه در این سرمای سرد زمستان در ژنو در این مدت که انجام دادین، یک جایزه سالانه ای هم به کوشندگان حقوق بشر در ایران به طور در اصل با احتراز بگوییم مجازی اهدا میکنین، چون اونا خودشون در اونور گرفتار هستن. امسال جایزه به چه کسانی تعلق گرفتش؟ بله، ما در واقع در 3 دوره این جوایز قرار اهدا بشه. جوایز سال گذشته رو به 6 تن از فعالین حقوق بشری و 1 تن دیگر از فعالین که در رابطه با آقای فرامرز محمدی بودن که متاسفانه ایشون بعد از دریافت جایزه هم فوت کردن، 7 نفر از مدافعین حقوق بشر در ایران اهدا شده بود و امسال 4 جایزه تعلق گرفت 5 نفر از فعالین حقوق بشر و از فعالیت‌های اونا قدردانی شد. جشنی در واقع در ژنو برگزار شد در بعد از ظهر روز 17 به صورت غیر رسمی و با حضور فعالین ایرانی و غیر ایرانی در واقع در اینجا حضور داشتن و سعی کردیم برای گرامی داشتی از فعالیت‌های اونها جشنی برگزار شد و در خود شورا هم برای اونها یک رویداد جانبی در واقع در نظر گرفته شده بود و از فعالیت‌های اونها صحبت شد که اگر که دوستان به سایت ایران 4C در واقع مراجعه بکنن، در اون سایت گزارش کاملش در واقع نوشته شده. 4 جایزه در واقع به صورت مشترک یکی از این جوایز برادران کردپور، خسرو و مسعود کردپور در واقع تعلق گرفت، یکی از جوایز به خانم فاران حسامی تعلق گرفت و جایزه دیگر رو به آقای کیوان صمیمی در واقع اهدا کردن
و جایزه دیگه هم به خانم حکیمه شکری که نمایندگان اونها حالا یا از دوستان یا اقوام دوستان و اقوام اونها بودن که در کشورهای اروپایی و آمریکا در واقع حضور داشتن، زحمت کشیدن به ژنو اومدن و جوایز رو از طرف اونها دریافت کردن و متنی رو و در ارتباط با حوزه فعالیت اونها و تلاش هایی که در رابطه با ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده بودن اینجا خوندن که گزارش های مفصل اون به همراه ویدیوها در واقع الان قابل دسترس هست که امیدواریم شرایط این دوستان تغییر بکنه و خوشبختانه فردای روز اهدای جوایز خانم حسامی به 3 روز مرخصی اومدن و امیدواریم که آزادی هرچی سریعتر تمام این دوستان رو شاهد باشیم. اتفاقا خیلی جالب بود که ایشون جز کسایی بود که ممکن بود اصلا به مرخصی نیاد و یک باره در روزهایی که شما نامشون رو در ژنو اعلام میشه و به هر حال یک واکنش جهانی رو به خود میتونه همراه داشته باشه، یک بانو، یک جوان، یک فرد رو اینا به سرعت به مرخصی میرسن و از کسانی بوده که اصلا قرار نبوده به مرخصی بیاد. درسته، خیلی خوشحال هستیم واقعا که حداقل امیدواریم که شاید این موضوع تونسته باشه تأثیری داشته باشه، ولی امیدواریم که شاهد آزادیشون باشیم. ایشون فرزند کوچکی دارن که هم خود خانم حسامی هم همسرشون در زندان هستن و همونطور که نماینده ایشون در واقع خانم گلوریا مغربی اینجا حضور داشتن و از وضعیت زندگی ایشون توضیح دادن، خیلی باعث تأسف هست که سالها خانم حسامی دارن فشارهای خیلی زیادی رو تنها به خاطر مسئله بهایی بودنشون متحمل میشن و کودک ایشون هم در واقع به عنوان یک کودکی که نه امکان داشتن پدر و نه مادر رو در کنار خودش نداره در ایران داره روزهایی رو به سر میبره و مادر هم در واقع شاهد بزرگ شدن کودک خودش نیست. برای همینه که من در آغاز برنامه گفتم که این نوروز میاد با تمام شادی ها میاد، با شکوفه بارانش میاد، ولی آیا این نوروز و شکوفه بارانش و شادیش برای همه هست؟ آیا برای کودکان کار هست؟ برای کودکی که مادرش فقط به عنوان یک بهایی دستگیر میشه و خردسالیش رو در آغوش مادرش نداره و محروم از دیدار مادر و مادر محروم از دیدار این کودک خردسال، آیا این روای این جهان است که چنین باشد؟ من از شما سپاسگزاری میکنم که در ژنو این کوشش ها رو همراه با دکتر نایف هاشم و دیگر یارانمون که یک به یک به هر حال نمیخوام در اینجا نامشون رو بخواد میترسم چه کسی رو جا بندازم، انجام میدین و روزگارتون خوش. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که بتونیم خبرهای بهتری رو در روزهای آتی از وضعیت فعالین حقوق بشرمون در ایران بشنویم و بهبودی در این عرصه حاصل بشه. خب با توجه به اینکه شما گفتین جایزه رو دوستانی گرفتن که در اروپا بودن، چون میدونم که جایزه کیوان صمیمی رو جناب دکتر مهران براتی گرفتن، به این ترتیب مهمان بعدی برنامه من دکتر مهران براتی خواهند بود. اجازه بدین همراه با شما نگاه بکنیم به یک کلیپ بسیار زیبا در مورد رهایی زن و برویم و آقای دکتر براتی رو روی خط داشته باشیم. روزگارتون خوش. متشکرم. خب تا دوستان ما آماده بکنن این کلیپی رو که در مورد رهایی زن هست و یا در این فاصله بتونند آقای دکتر مهران براتی رو بگیرن، تمام بحث بر این است که بحث مسئله بهار و این رویش و زایش و نوروز و تمام اینها میآید، یک فاصله چند روزه رو طی میکنه و پس از طی کردن این فاصله چند روزه است که ما در کجا قرار داریم. روز از نو، روزی از نو. فراموش نکنیم یارانمون رو در ایران، فراموش نکنیم یارانمون رو در بند، فراموش نکنیم بانوانی رو که از حقوق اجتماعیشون محروم هستن. شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته،
پای ما خسته اما آتیش می‌سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم. صد ساله توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم. با نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم. و هم دردیم، خودزامونو یکی کردیم، شونه به شونه خونه به خونه دنبال رویا میگردیم. باز میگردیم به استودیو برای فریاد و رهایی و زن. ایزه بدین که بدون اینکه زمان را از دست بدیم برویم به آلمان و گفتگوی خود را آغاز کنم با آقای دکتر مهران براتی در برلین. آقای دکتر براتی، درود بر شما. درود بر شما و اجازه تبریکویی به شما و هموطنان عزیزمون در همه دنیا میخوام. منم به شما سال نو رو شاد باش میگم. شما زمان دارین، به راحتی میتونیم به تمام هممیهنانتون در سراسر جهان شادباش بگین نوروز رو از دریچه تلویزیون اندیشه برنامه چالش. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، این روزها بعد که مسئله گفتگوهای اتمی به یک جایی رسید که باز دوباره اعلام کردن که مشکلاتی هست، به خاطر نوروز یا تعطیلات نوروز به هر حال اتمی رو به هر بهانه‌ای بود قطع کردن و میرن که دوباره از فردا آغاز بکنن گفتگوها رو و به این ترتیب برمیگردن به سوئیس. چه شد که اینطوری به این مسئله رسیدن؟ یک بار مسئله فرانسه در این میان چه بود به میان اومد؟ اگه واقعا بهانه است و مسئله فرانسه یا اصلا ایرانه که دچار مشکل هست؟ نه، مسئله فقط مربوط به فرانسه نمیشه. مشکلات عجیب غریبی هم وجود نداره الان، فکر میکنم الان دیگر اون چانه‌زنی های دقیقه 90 و بلوف های قابل پذیرش و قابل رویت و یا حد زدنی الان زیاد هستن، ولی هر دو طرف فکر میکنم میدونن که وقتی برای ادامه این بازی ها ندارن و اون چیزی هم که مربوط به فرانسه میشه، خب فرانسه یک جوری خودش رو نماینده مستقیم اسرائیل الان در این گفتگوها میبینه و نگرانی هایی که اسرائیل داره به طور اولا از طریق فرانسه به جمع مذاکره کننده منتقل میشه و فرانسه سعی میکنه که بر صورت اسرائیلی ها رو مجاب بکنه که اون چی که مورد نظر شماست، مورد نظر رو یا امنیت شماست، ما در گفتگوها بهش توجه داریم. ولی من الان قاعدتا یک مشکل عجیب غریبی نمیبینم. البته همیشه امکان این هست که در دقیقه 90 مسائل جدیدی وارد بشن و گفتگوهایی به شکست بخورن، ولی در این لحظه من مشکلی نمیبینم و این مسئله که چند روز به عقب افتاده گفتگوها در حقیقت این بوده که همه اون چیزی که روی میز قرار داشته تقریبا دو طرف میدونستن با چی میتونن توافق کنن یا نه، یه امکان تأملی داده بشه، به خصوص
اینکه در داخل ایران چه که مربوط به ایران میشه نظر مخالفین جلب بشه و خب آیت الله خامنه ای هم حرف عجیب غریبی نزدن در این مورد، یعنی بر اساس پشتیبانی کردن از سیاست مذاکراتی، نشون میده که معمولا اگر اینطور نبود ایشون شروع میکن به حملات عجیب غریب به شیطان بزرگ و بدگویی نسبت به رئیس جمهور و نسبت به احزاب آمریکایی. این در این روزهای گذشته انجام نگرفته، به همین دلیل هم من علامت خطر ویژه‌ای نمی‌بینم. البته این دکتر، ایشون در مشهد که بودن بعد از پیام رئیس جمهور آمریکا که به هر حال پیام نوروزی آقای اوباما که پخش شده بود، ایشون گفتن که رئیس جمهور آمریکا غیر صادقانه بوده پیامشون و دروغ میگوید، گرچه به قول شما اینقدر فراتر نرفتن در این زمینه، ولی به هر حال از موضوع دروغ گفتن و غیر صادقانه بودن برخورد کردن و مسئله تحریم ها رو بار دیگه ایشون اشاره کرده که تحریم ها باید یک باره بره. خب این فضا در سازمان ملل بین کشورهای پنج به اضافه یک برای برداشتن تحریم ها یک باره وجود نداره، درسته؟ ببینید شما نگاه بکنید ببینید که مواضع آمریکا رو در آغاز مذاکرات و الان مقایسه بکنید. در آغاز مذاکرات خواست آمریکا این بوده که غنی‌سازی اورانیوم صفر بشه، به صفر برسه. الان صحبت از این هست چیزی حدود 6000 یا 6500 یا 5500 سانتریفوژ ایران میتونه داشته باشه، سانتریفوژ فعال، و غنی‌سازی هم بکنه. در مورد دوم مربوط میشد به نیروگاه آب سنگین عراق که آمریکا میگفت این نیروگاه به طور کلی بایستی که بسته بشه. الان توافق روی این هست که به اصطلاح با تغییرات تکنیکی در این نیروگاه امکان تولید پلوتونیوم این نیروگاه به حداقل برسه. در مورد فردو پیشنهاد این بوده که این نیروگاه زیرزمینی باید به کلی بسته بشه. خب الان صحبت از این هست که میتونه باشه، کارهایی هم اونجا انجام بگیره. الان مشکل بزرگی هم هست البته هنوز فردو، چون یه مسئله خیلی جالب هست، استدلال ایران برای شنونده های شما هم شاید خوب باشه. استدلال ایران برای این که میگن که چرا میخوان فردو رو، فردو این نیروگاه زیرزمینی رو حفظ بکنن، این هست که هیچ نوع تضمینی نیست برای اینکه اسرائیل نیروگاه اتمی ایران رو بمباران نکنه، و تا زمانی که ما همچی تضمینی نداشته باشیم این نیروگاه رو حفظ میکنیم و فعالیت حداقلی هم اونجا انجام میدیم. ایران مایل اونجا 1000 سانتریفوژ داشته باشه، بر سر این اختلاف و چانه‌زنی هست و نوع کاری که اونجا انجام میگیره. برمیگرده مسئله چهارم برمیگرده به مسئله پارچین و ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های ایران مربوط به مسئله اتمی. الان مسئله این هست که در رابطه با توافقنامه مورد نظر، الان رسیدن به توافق در اون مورد شرط نیست، بلکه اون رفته در ابعاد کارهای اجرایی که در این سالهای آینده میره زیر چتر به اصطلاح راستی آزمایی که ایران انجام میده. مسئله آخر مربوط میشه به مسئله تحریم ها. خب آمریکا اول یک نظر 25 ساله داشته در اینکه برای رفع تحریم ها و چگونگی اون، الان صحبت از این است که این به 10 سال برسه. فرانسه هنوز اصرار در 25 سال داره ولی آمریکا با 10 سال هست. اما چگونگی برداشت این، خب الان این هست که اون چیزی که آیت الله خامنه ای بهش اشاره کردن که دروغ میگه مربوط به تحریم ها میشه. مربوط به تحریم ها میشه که خب قرار بر این بوده که توافق بر روی همه چیز یا هیچ چیز. از اول هم نظر جمهوری اسلامی این بوده که با رسیدن به یک توافق نامه بایستی که همه تحریم ها برداشته شه. این عملا ممکن نیست. یعنی اگر آیت الله خامنه‌ای روی این اصرار داشته باشه که همزمان با توافق نامه مورد نظر همه تحریم ها برداشته، این شکست مذاکرات و پایان مذاکراته، چون اصلا همچی امکانی ببخشید آقای اوباما نداره. شما خوب اطلاع دارید دیگه، مسئله تصمیمات کنگره و سنا، روال قانونی این مسئله و کارهای از این دست. و به طور کلی حالا قراره بر این به احتمال این پیشنهاد این هست که شش ماه
راستی آزمایی که هر 6 ماه یک مقداری از تحریما برداشته شه در یک مدت زمان 10 سال. این رو جمهوری اسلامی نمیپذیره و این نقطه گرهکار اصلی مشکل هست. مسائل دیگه مهمی به نظرم نمیاد که خب آقای خامنه‌ای هم باز اشاره به این کردن که جز سر مسئله اتمی با آمریکا کاری ندارن، همکاری ندارن، ولی خب یک دروغ بزرگه. هماکنون خب شاید همه اطلاع نداشته باشن، تمام احتیاجات نظامی آمریکا در افغانستان برای نیروهای موجود، چه از نظر تسلیحات و چه از نظر الزامات لوجستیکی، غذا، دارو، احتیاجات دیگری که وسایل نقلیه و غیره، همه اینها با کشتی میاد بندر عباس، از اونجا با کامیون ها به مختلف به افغانستان برده میشه، چون روسیه به دلیل مشکلاتی که با آمریکا پیدا کرده راه هواییشو به خصوص برای آمریکا و برای آلمان هم بسته. آلمان باید از روی ترکیه پرواز کنه و مسائلی از این دست. در مورد مسائل دیگر خاورمیانه که مشکلات هست بعدا احتمالا صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، در این راستی آزمایی که شما اشاره فرمودین، آقای در این روزها گفته میشه که یکی از مسائلی که مطرح شده این است که چند سال گذشته ایران یک در قالب بازرگانی کوشش کرده که این لوله هایی رو بخره، آلومینیومی که بتونه از اونها برای مسئله غنی سازی استفاده بکنه. غرب به این نتیجه رسیده بود در اون موقع به جای اینکه این رو اعلام بکنه و جلوشو بگیره، کالا رو عوض کنه و لوله ای رو بده که قابل استفاده نیست. یکی از مسائلی که در راستی آزمایی مورد پرسش بود در همین چند روز به اینجا رسیدن که خب شما با اون لوله ها چه کردین، و ایران خیلی شگفت زده شده چون اون لوله ها در صورت استفاده میتونه از بین بره و اصلا پاره پاره بشه. و یکی بحثایی که هست به طور جانبی این هستش که یک نکته کلیدی بوده، نمیدونم آیا شما چیزی شنیدین در مورد این مسئله لوله های سربی یا آلومینیومی یا نه؟ خب از این نوع دست مطالب بسیار بوده، فقط اینها نبودن. درسته. در مورد چاشنی های انفجاری، تکنولوژی انفجاری، همه این مسائل وجود داشتن. ببینید، خب اطلاعات این مسائل مربوط میشه به اطلاعات سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی. دقیقا. معمولا اون کشوری که اطلاعی پیدا میکنه به کشور متهم منابع اطلاعاتی خودش رو نمیگه هیچ وقت. و خب این راستی آزمایی از هر دو طرف است. وقتی منابع اطلاعاتی گفته نشه، طرف مورد اتهام هم میگه بله اینا همه شایعات هستند و برای خراب کردن منابع اطلاعاتیتون رو بگید تا ما به اصطلاح جواب لازم رو. این در همه موارد انجام گرفته. اینها رو هم من مسئله ای در رابطه با راستی آزمایی نمیبینم. راستی آزمایی این است که آیا ایران سرعت سانتریفوژهایش رو به اون مقداری که الان تعیین شده نگه میداره، آیا فقط از سانتریفوژهای نسل یک الان استفاده خواهد کرد. خب ایران میگه حتی سانتریفوژهای پیشرفته نسل 4 و 5 و 6 و بیشتر هم داره، آیا از این سانتریفوژها استفاده میکنه با راستی آزمایی؟ دوم، مسئله راستی آزمایی این هست که تمامی این مسئله فقط از این طریق ممکنه که آژانس به همه جا، آژانس بین‌المللی اتمی به همه مراکز دسترسی داشته باشه. خب مقداری از راستی آزمایی اینه که آیا همچین امکانی رو به آژانس جمهوری اسلامی داده یا نه. در مورد اورانیوم غنی‌سازی شده قراره که به هر صورت مقدار از یه مقدار معینی بیشتر به خارج از ایران صادر بشه، به شکل لوله های میله های سوخت به ایران برگرده. این مسئله هنوز مورد مناقشه است. من هم منطقی در این نمی بینم که خب اگر ایران از یه مقدار بیشتر نمیتونه اورانیوم غنی سازی بکنه، فرستادن این احتمالا به روسیه و برگردوندنش منطق عجیب غریبی درش نهفته نیست. در اینجا جاییش که میتونم به مذاکره کنندگان ایرانی حق بدم در ایستادگیشون در این مورد. آقای دکتر، در این چند دقیقه باقی مونده، چون امروز برنامه ما یه مقدار کوتاه و فشرده تر هست، در مورد مسائل دیگه منطقه میتونیم در آینده صحبت بکنیم. چون به موضوع پیام آقای اوباما اشاره شد و برگشت نظر آقای روحانی، شما اصلا ارزیابیتون از پیام امسال آقای اوباما چیه؟
ولی پیام آقای اوباما بسیار نرمه، پیام عجیب غریبی نیست. همین حرفایی است که همیشه زدند وقتی ایشون میگن که بله اگه به توافق برسیم توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در کشور میشه، وضع مردم بهتر میشه، از این وضع ناجور بیرون میاد. اینا صحبتهای از این دسته، صحبت عجیب غریبی در گفتهای ایشون نیست. خب ولی آقای خامنه‌ای خب جواب ایشون میدن که اصلا مشروط کردن این که شما میخواید بیاید بگید که اگر ما کاملا تسلیم شما نشیم سرمایه گذاری نمیشه، این تحریم ها ادامه پیدا میکنه و این مسئله نادرست هست و چیزهایی از این دست. من این رو هم پیام ایشون بسیار پیام نرمی بود. اصولا آقای اوباما، جناب گارزاد، یک مسئله رو توجه بکنیم که آمریکا به طور کلی در مورد کشورهای نظیر ایران، ایران، کوبا و سوریه یک تجدید نظر در سیاستش کرده. اون سختی سابق رو نداره. به ویژه در رابطه با سوریه این مسئله هست که می‌بینیم در شرایطی که حکومت اسلامی و داعش داره بر همه جا مسلط میشه، یک نوع همکاری استراتژیک میان جمهوری اسلامی و آمریکا داره انجام میگه. هر دو طرف این رو نفی میکنن، ولی این دروغ هست. الان نزدیکترین همکار منطقی آمریکا ایران هست و جمهوری اسلامی است. آیت الله خامنه‌ای خب خوش نمیاد همکار و همدست شیطان بزرگ بشه در این. از اون طرف هم خب بسیاری این حوادث به کمک جمهوری اسلامی آمدن. یک طرف دیگر مسئله این هست که خب در رقابت میان دنیای سنی به خصوص عربستان سعودی و ادعای رهبری سیاسی جمهوری اسلامی یا خلافت اسلامی نوع شیعه مورد آیت الله خامنه‌ای، الان عربستان سعودی و قطر همه نیروهاشون رو تجهیز کردن برای آوردن درست نوع خلافت، نوعی از خلافت به اصطلاح سنی سلفیستی. برای این مخارج زیادی دارن انجام میدن در بسیاری کشورها. خب آمریکا اینها رو میبینه، این تصمیم گیری در این مورد اگر بخواد دست عربستان سعودی رو باز بذاره باید روز به روز تقویت و قوی تر شدن داعش رو بپذیره. به همین دلیل میگن به اصطلاح این فعلا دشمن نرمتر جمهوری اسلامی است که با او باید کنار بیاد. بله، سپاسگزارم آقای دکتر، بهتون وقت به خیر میگم. بار دیگر به شما نوروز و شاد باش میگم. امید گفتگو در آینده به طور مفصلتر و بیشتر. ممنون از شما. خواهش میکنم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسیم. برای همه آرزوی بهترین ها رو دارم. بار دیگر نوروزتون شاد و فرخنده باد. دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی و بنیانگذار مرکز روانشناسی پرتو امید، ضمن تبریک سال نو، سالی سرشار از شادی را برای شما آرزو دارد. 310-279-2878. دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی هستم. عید سعید و سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی رو شروع کنن و به موفقیت به پایان برسونن. دلی شاد، قلبی آکنده از عشق و لبی پرخنده برای همه آرزو می‌کنم.
دکتر نادیا تیموریان، مدیریت مرکز هارت تو هارت با تخصص در امور ازدواج، زناشویی و زوج درمانی با جدیدترین روش‌های علمی در رفع مشکلات زناشویی و زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج، سالی سرشار از پیوند، آشنایی و عشق را برای شما آرزو دارند. مراکز هارت تو هارت و مطب‌های دکتر نادیا تیموریان در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ 949-280-0708. دکتر نادیا تیموریان هستم. فرا رسیدن سال نو را به همگی هممیهنان عزیزم تبریک میگم. سال نو مبارک. دکتر مهدی حائری، مدیریت ایران مخزر، دفتر خدمات ثبتی، کنسولی و مهاجرتی ایرانیان، فرا رسیدن سال نو را با بهترین آرزوها به شما تبریک میگوید. ایران مخزر 818-344-3099 818-795-5771. حلول سال 1394 و نوروز باستانی این یادگار اجداد ما ایرانی را به یکایک ایرانیان عزیز، هموطنان گرامی هم در داخل کشور و سراسر جهان شادباش عرض می کنم. برای همگان سالی سرشار از سلامتی و بهروزی آرزو دارم. نوروز بر همگان مبارک باد. کشیش امینی از حیات ابدی فرا رسیدن سال نو را همراه با تندرستی، دلی شاد و لبی خندان به شما تبریک میگوید. 1-888-429-2848-425-374-01-56. سال نو مبارک. شعله تابان من
آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان جام در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، تهریر بال کبوترها، تهریر بال کبوترها، آه آه آه
چنان که تو آید یاد از نسیم و سنابر خواه من با صدای تو میخوانم من با صدای تو میخوانم تجلی پر اشکت پیچید رشته گوهرها در من تجلی پر اشکت پیچید رشته گوهرها یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای غزل جسم شکیبای زنم زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری هیها که سنگم نزنی آینه ام می شکنم از جای برخیزم اگر پرسایه ام بیدبنم بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چار قدم یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم بر ریشم تیش مزن حیف است افتادن من در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم انگار من زادمتان کژپا و بدخوی و رمان دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم هفتاد سال این گل جا ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم گورم به خاک وطنم Thank you.
بهاره